الله الرحمن الرحیم و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم تحسنت بذی الملک و الملکوت توکلت علی الحی الذی لا یموت و اعتصمت بذی العزت و العظمت و الجبروت و سعنت بذی القدرت و اللاهوت و امتنعت بذی العظمت و الکبریاء و الملکوت من کل ما اخاف و احذر اللهم صل علی محمد و علی و فاطم و الحسن و الحسین وعلي ابن الحسين ومحمد ابن علي وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والحجة القائم المهدي جان ناقابل من قابل قربان تو نیست ورنه دل بستگیم هیچ به جان جان تو نیست. شاهد حال بود وضع پریشان که مرا بستگی جز به سر زلف پریشان تو نیست. چون شمم محرم کویت بکنم جام ز تن چون که این دلق کهن لایق ایوان تو مولای یا مولا انت الغنی و انا الفقیر و هل یرحم الفقیر الا الغنی مولای یا مولا انت العزیز و انا الذلیل و هل یرحم الذلیل الا العزیز مولای یا مولای انت العالم و انا الجاهل وهل يرحم الجاهل إلا العالم مولاي يا مولاي أنت الغني وأنا الفقير وهل يرحم الفقير إلا الغني
مولاي يا مولاي أنت القوي وأنا الضعيف فهل يرحم الضعيف إلا القوي. سيدي 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 آب حیوان که بود مایه عمر ابدی، چشمه آن به جز از چاه زنخدان تو نیست. روز محشر که ز هولش سخنان میگویم، سخت روزیست ولی چون شب هجران تو نیست. قربت کعبه مقصود اگر دست دهد، با کی از بود ره و خار مغیلان تو نیست. مولای یا مولا مولای یا مولا سیدی غیبتک نفد رغادی و زیغت علی مهادی و ابتزت منی راحت فؤادی. سيدي غيبتك أوصلت مصابي بفجاء الأبد، وفقد الواحد بعد الواحد يفني الجمع والعدد. سيدي الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزل الله في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. محضر مقدس امام عصر صلواتی تقدیم کنیم.
ترویح روح شهدا علما علامه مجلسی صلوات دوم جلیتر تقدیم میکنیم. قادر منان بقیه غیبت امام زمان به پهلوی شکسته حضرت زهرا علیها السلام ببخشد و از بقیه غیبتش درگذرد. صلوات سوم محضر بیبی دو عالم عصمت کبری فاطمه الزهرا علیها السلام تقدیم میکنیم. از سور و آیات معوله و مفسره به حضرت صدیقه طاهره سوره قدر است بر اساس حدیث شریف من الامام الصادق علیه السلام لیلة القدر فاطمه فمن عرف فاطمه حق معرفتها فقد ادرک لیلة القدر. امشب به جلوه ای از حق المعرفه فی معرفت فاطمه الزهرا علیها السلام به عنوان تمثیلی برای حقیقت معرفت الزهرا علیها السلام اشاره می کنیم. لازم علینا مقدمتین. مقدمت الاول حق المعرفه یحتاج الى التفکر فی مکتب الوحی و ما نزل من طریق الوحی سواء في الآيات الشريفة في القرآن أو في أهل بيت الوحي. تأمل در كلمات نورانية محمد وآل محمد و وجدان ربط بین کلماتشون ابوابی از معارف رو مفتوح می سازد. بنابراین یه هنریست که اصطلاحاً التعمق و التفکر فی الآیات الکریمه و الاحادیث الشریفه النورانیه. این تعمق و تفکر لا یمکن الا به مدد اهل البیت و لاستعانه منهم، کمک اونها باید تا فهم اشارات و دقایق آیات و روایات در باب حق المعرفه روشن بشه. و المقدمه الثانیه حق المعرفه آخر المعرفه اذ الارفان یوجب الیقین و الیقین فی القرآن على ثلاثة مراتب. علم الیقین، عین الیقین و حق الیقین.
علم الیقین مرحله ایست که به اخبار حاصل می شود. مطلبی را درباره کسی یا چیزی بر اساس اعلام یا اخبار بیابید، وجدان کنید. امیرالمؤمنین می‌فرماید ولقد علمت ما فوق الفردوس الاعلى و ما فی السماوات العلا و ما تحت السرا کل ذلک به علم احاطی لا علم اخبار. علم احاطه نوع من العلم و علم اخبار نوع آخر. یقین حاصل از علم اخبار علم الیقین است و یقین حاصل از عین الیقین از احاطه کلیه به سماوات و الارضین از نوع آنچه که ابراهیم در رؤیت ملکوت مشاهده می کند و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض هذا عین الیقین. و مثل هذا فی آیات القرآن کثیره. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. این ارائه آیات عین الیقین است. رب ارنی کیف تحیی الموتا قال اولا تؤمن قال بلا ولكن لیطمئن قلبی. هذا عین الیقین. و اما حق الیقین فما حق الیقین. حق الیقین مرحله ایست که در کلام مولای عالم علی عالی اعلا امیر المؤمنین علی علیه السلام بیان شده لو کشف القطاع مزدت و یقین. هذا حق الیقین. لو کشف الغطاء مزدت و یقینا. تمام پرده بره کنار به یقین علی اضافه نمیشه. هذا حق الیقین. الوصول به حقیقت الشی و اصل الشی و ام الشی هو حق اليقين. فمن عرف فاطمة حق معرفتها حق اليقين في معرفة الزهراء ما هو. معنای حق اليقين در معرفة فاطمة زهراء چیه؟ که اگر کسی به این مرحله برسد درک لیلة القدر می کند و درک لیلة القدر توسعه می ده به شما. یوسع علیکم
الدنيا والاخره والسماوات والارضین به وسعتی که خیر من الف شهر فی لیلت واحده. اون توسعه، توسعه در عقل، التوسعه فی العلم، توسعه فی الشهود، توسعه در ضبط، در حفظ، توسعه در درک، توسعه در تعقل، توسعه در همه مفاهیم عالیه انسانی. و منها توسعه فی الاموال هو اخبثها و اخصها و ازیغها و الا التوسعه فی العلوم، التوسعه فی الافهام، التوسعه فی العقول، التوسعه فی الحفظ، توسعه در فهم صلاح، توسعه در فهم زکات، توسعه در فهم حج، به حدی که لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. این لیظهره علی الدین کله هو حقیقت التوسعه و محصول درک لیلت القدر. و درک لیلت القدر محصول معرفت الزهرا به حق المعرفه است. و حق المعرفه فی کلام امیر المؤمنین لو کشف القطاع مزددت یقین. جاء جابر بن عبدالله الى الامام الباقر علیه السلام وقال متى يكون هذا الامر يا ابن رسول الله، متى يكون هذا الامر؟ قال عليه السلام يا جابر انت ممن تريد الدنيا، اعرف امامك، اعرف امامك ثم لا يزرك تقدم هذا الامر او تاخر. جابر تو هم اهل دنیایی، برو امام تو بشناس به جوری که تاخیر و تقدیم ظهور ضرری به معرفت تو به حال تو نرسونه. اون معرفتی که لا یضرک تقدم هذا الامر او تأخر به چی حاصل میشه؟ شما حقیقت ظهور برای چیه؟ لیظهره علی الدین کله هذا احد معانی فی حقیقت الظهور. یدخلون فی دین الله افواجا و هذا آخر من معانی الظهور. یظهر فیملأ الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا، هذا معنا آخر. ولیکن حقیقت و معنا ظهور صاحب الزمان به ماذا یحصل؟ حقیقت ظهور امام زمان به چی به وجود میاد؟ ظهور یعنی چی؟ امام زمان ظهور میکنه که چیکار بشه؟ حقیقت الخلقه چیه؟ هدف الخلقه و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون.
الا لیعبدون حاصل است بیدخلون فی دین الله افواجا و حاصل است بیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون و حاصل است به معرفت الله تبارک و تعالی به حق المعرفه و حق المعرفه فی ذاته تعالی به مقامی است که امیر المؤمنین فرمود لو کشف القطاع مزددت یقین. پرده بره کنار به یقین علی چیزی اضافه نمیشه. یعنی شما امام زمان را در زمان غیبت اگر در حدیث من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتت الجاهلیه جوری امام زمان را بشناسید که اگر فردا ظهور شد چیزی به معرفت شما در زمان ظهور اضافه نشه، اون وقت به حق المعرفه در من مات ولم یعرف امام زمانهی رسیدید. ببخشید من مخلوط حرف میزنم که اجمال برای طرفین نمونه و این خلط عربی و فارسی رو از ما ببخشید. هدفمنده. ولی حق المعرفه همین مقام لو کشف القطاع مزدت و اعرف امامک به حیث لا یزر که تقدم هذا الامر او تأخر. اگر شما در زمان غیبت امام زمان رو جوری شناختید که در زمان ظهور چیزی به معرفت شما اضافه نشه، شما الان در ظهور واقع شده اید. در زمان غیبت ظهورش را درک کرده اید. ادرکتم ظهوره فی زمن غیبته. ان کان المعرفه لکم بصاحب الزمان فی حد لا یضرک تقدم هذا الامر او تاخر او به تعبیر امیر المؤمنین لو کشف القطاع مزددت یقینا تکون انت فی زمن الغیبه فی ظهور مولاک صاحب الزمان. الان حصل لك الظهور، الان فی زمن الغیبه حصل لك الظهور. اعرف امامک ثم لا يضرك تقدم هذا الامر او تاخر. این مقدمه ثانیه نکته عظیمیه در درک لیلة القدر هم همی حرف. درک لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر من عرف فاطمه حق معرفتها فقد ادرک لیلة القدر. حالا پرده ای از معرفت، شمه ای از معرفت فاطمه بیان کنیم، شاید جلوه ای از حق المعرفه، شاید تجلی از اون لعل مرحله از حقیقت معرفت یا جلوه های معرفت حاصل بشه. با یک حدیث آغاز میکنیم، حدیث معتبر متواتر قطعی الصدور و قطعی السند. قال رسول الله
صلى الله عليه وآله. هذا الحديث مروي في كتب الفريقين العام والخاص. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: فاطمة أم أبيها. دو چیز راجع به این حدیث یقین داریم. علا اول، لیس المراد من کلام الرسول صلی الله علیه و آله الحقیقه، بل المراد المجاز، اذ لیس فاطمه به ام ابیها، ان فاطمه الزهراء بنت ابي. فقوله صلى الله عليه واله ام ابيها كنايه ومجاز لا حقيقه، هذا قطعي. والثانيه، مطلب دوم راجع به این حدیث اینه که این حدیث حتما صادر شده از کلام رسول الله، قطعی الصدور. چرا؟ چون متواتر، چون شیعه و سنی نقل کردن. قال رسول الله فاطمه ام ابی. ما معنا؟ معنای ام و ابیها چیه؟ اگه بخوام معناشو بفهمیم، لازم است اول کلمه ام را درک کنیم. الام فی اللغه اصل الشی، جوهر الشی، بل علت الشی. صنایع مادر چه صنایعی‌اند؟ ام در لغت مادر، مادر اون اصل آدمه، اصل هر چیزی. صنایع مادر از صنایع الامیه، ذب آهن، ذب الحديد، پتروشیمی، نفت، الکهربا، برق، اینا صنایع مادره. چرا؟ چون تمام صنایع محتاج الیه، تمام صنایع محتاجون الی هذه الصنایع الامیه. فالام فی اللغه اصل الشی، ام الشی، جوهر الشی، علت الشی. و فاطمه تو ام و ابیها. نسأل عنكم فی الانسان ما هو الاصل، الروح او البدن؟ اصل شما روحتونه یا بدنتونه؟ هذا الهیکل جسمی فیه دم لحم عظم، این هیکل گوشتی و پوستی و استخوانی، هذا مرکب للانسان، مرکب للروح. اصل شما اونیه که هذا البدن منسوب الی. تقول رأسی، یدی، بدنی، هیکلی، فانت انت لا هیکل، انت الذی تنسب البدن الی، تنسب العین، راس الی. فاصل الانسان هو الروح للبدن. فما اصل رسول الله، روحه ام بدنه؟ قال رسول الله فاطمة بزعة مني وهي الروح التي بين جنبي. أي فاطمة أصلي وحقيقتي وجوهري وأمي وروحي وريحانتي.
اگر روح پیغمبر فاطمه هست پس فاطمه تو ام و ابیها، اصل و ابیها، جوهرت و ابیها. هل هو اصل امه اصل ابیه ام و ابی فقط؟ لا، بل هی اصل الانبیاء، بل هی اصل النبوه، حقیقت النبوه، محبت الزهرا و معرفتها، فهی ام ابیها بل هی ام النبوه. قال الصادق علیه السلام ما تکاملت النبوه نبوه لنبی حتی اقر بفضلها و محبتها. تکامل نبوت در هر پیغمبری به محب میزان محبت و معرفتش به فاطمه زهرا. پس اصل نبوت وابسته است به مقدار معرفت هر پیغمبر و محبت هر پیغمبر به فاطمه زهرا. پس اصل نبوت، ام نبوت، ریشه نبوت، محبت الزهرا فاطمه سلام الله علیها. فهو ام النبوه، ام ابیها و ام النبوه. بل هو ام الانبیاء، مادر نبوت، مادر هر که پیغمبر شد به میزان معرفتش. چرا؟ فضلنا بعضهم علی بعض، انبیا را بعضیشون رو بر بعضی فضیلت دادیم. یکی اولوالعزم، یکی مرسله، یکی نبیه، یکی غیر مرسله. چرا این تفاضل درجات در انبیا موجوده؟ به میزان معرفتهم و محبتهم و تواضعهم لفاطمه الزهراء علیها. فاصل النبوه و ام الانبیا فاطمه الزهراء سلام الله علیه. آیا همینه؟ لا، بل هی سلام الله علیها اصل الولایه، الولایه التکوینیه و تشریعیه، حقیقت سجود ملائکه بر آدم حقیقتش چی بود؟ عبودیت خدا بود. چون به امرها سجدو لآدم الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین. فسجود لآدم حقیقت العبودیه و درجت العبودیه عند سجود الملائکه لآدم افضل من درجت العبودیه قبلها عند سجودهم لله تعالی. اذ کلون یسجد لله ان السجود لآدم مشکل لبعض کالشیطان و امثال. کبریایی حق، جلال حق، جبروت حق مانع از این که کسی او رو سجده نکنه. همه از خوف او ساجده راکه. اونی که سخت بود سجده به خدا نبود. همه اسم خدا رو ببرن مثل موشن.
از موش ترسناکتر خائفتره، کلفاره. کی جرأت داره در مقابل خدا تکبر بکنه؟ او که تکبر آدم نشون میده که کی متکبره کی نیست، سجده بر آدمه. و محبت و فاطمه و معرفت و فاطمه افضل من معرفت امیر المؤمنین و معرفت الرسول یظهر العبودیه لله. شما اگه نسبت به امیر المؤمنین هم خضوع و خشوع داشته باشین، نسبت به پیغمبر هم خضوع و خشوع داشته باشین، خیلی عبودیتتون ظاهر نمیشه. وقتی نسبت به یه بانوی خاضع و خاشع میشوید، وقتی نسبت به یک بانوی معرفتش و محبتش و ادب نسبت به او خضوع و خشوع پیدا میکنید، اون تکبر ذره‌ایش، تکبر شما هم دیگه از بین میره. اما نسبت به خدا شیطون هم سجده میکرد، مشکل نداشت که. شیطون میلیاردها به توان میلیاردها سال قبل از خلقت آدم خدا رو سجده میکرد، مشکل نداشت با خدا. تکبرش هم پیدا نبود، صفش هم با صف ملائکه یکی واحد بود. اونی که کار را آشکار کرد، تق شیطان در آمد، معلوم شد که این شیطان یک تکبر پنهان دارد، موقع سجده به آدم بود. یهودی ها میدونین خیلی سختتر، متکبرتر، لجبازتر از مسیحیان. میدونین سرش چیه؟ چرا یهودی ها اینقدر زمختن، متکبرن، مغرورن؟ مسیحیان نرمترن، ملایمن، عطوفن، رحیمن، چون یه بانو دارن اسمش مریمه. کرنش و خضوع لمریم علیها السلام تلطیف میکند روحش. یهودی ها زنی که در مقابلش کرنش بکنن، خضوع و خشوع بکنن ندارن. بگیرین چی دارم میگیرم، نکته ها را بگیرین، خیلی اینا مهمه. مسیحی ها خیلی نرمن، ملایمن نسبت به یهود، چون یه بانو کرنش در مقابل زن، لا یکرمهن الا الکریم ولا اهانهن الا اللئیم. والیهود اللئیم بخلاف النصارى، لعامتهم لیس کلعامت الیهود، لان لهم سیدتون مثل مریم، ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین. اینجا بفهمید که چرا معرفت و فاطمه الزهرا و الخضوع لفاطمه و الادب لفاطمه و التواضع لفاطمه، ولقد کانت علیها سلام مفروزت و طاعه علا جمیع من خلق الله من الجن والانس والطیر والوحش والانبیا والملائکه. این تواضع و ادب نسبت به فاطمه زهرا، از سجده نسبت به خدا، از کرنش نسبت به پیغمبر، از تواضع نسبت به علی، روح شما را بیشتر تلطیف می کند.
و نشان برتر عبودیت شماست. هذا علامتون واضحون لکمال عبودیتکم کما ان السجود لآدم افضل من السجود لله یذع التکبر، احسن من السجود لله یذیل التکبر. کلها السجود لله، السجود لآدم عین السجود لله تعالی اذ بأمره تعالی، ولكن السجود لآدم اظهر تکبر المخفی للشیطان و السجود لله تعالی قبله لا یظهر هذا التکبر المخفی. فالسجود لآدم اظهر من التکبر مخفی الشیطان الذي يوجب كفره ابا واستكبر وكان من الكافرين. اون سجده بر آدم بود که شرک مخفی، کبر مخفی شیطان را چنان ظاهر کرد که ابا واستكبر و کان من الكافرین شد. نتیجه چی؟ ان محبت الزهراء ام العبودیه و حقیقت العبودیه، اذ به محبتها و معرفتها یظهر العبودیه لله به حدی که ولقد کانت علیها سلام مفروزت الطاعه لجمیع من خلق الله من الجن والانس والطير والوحش والانبياء والملائكه. فاصل العبوديه ام العبوديه محبه الزهراء ومعرفتها. يظهر عبوديتكم لله تعالى افضل و اسرع و اکبر من خضوعکم و خشوعکم و تسبیحکم لله تعالی. کلون لله، محبت الزهرا به امر الله، محبت فاطمه، معرفت فاطمه به امر الله، الخضوع لفاطمه در حد کلما رآها قبل یدیها، کلما رآها یظهر عبودیت الرسول افضل من عبودیته عند صلاته و رکوعه و سجوده. تقبیل ید فاطمه، دست زهرا را که می بوسید، بالاتر از سجده، بالاتر از رکوع، بالاتر از سجود، عبودیت پیغمبر را برای خدا آشکار میکرد. کما این که سجده بر آدم بالاتر از سجده ملائکه برای خدا عبودیت ملائکه را آشکار کرد، چون در سجده بر خدا کبر شیطان ظاهر نشد، اما در سجده بر آدم کبر شیطان ظاهر شد. تصفیه‌ای که در وجود شما محبت فاطمه و معرفت فاطمه ایجاد میکنه افضل است از تصفیه‌ای که نماز ایجاد میکنه. و ایو شما میفهمید وقتی میایین توی این مجالس گریه میکنید، میگید یا فاطمه یا فاطمه، این بیش از رکوع و سجود قلب شما، روح شما رو صاف میکنه. فهیه ام العبودیه و ام العباده و ام الاطاعه لله.
فهو ام ابیها و ام النبوه و ام الائمه و ام العبودیه لله تعالی، مادر بندگی است. و دو نفرن، یکی ام العبودیه است و یکی هم ابا عبدالله است و هو الحسین صلوات الله علیه. فهو ابو العبودیه ابا عبدالله و هذه ام العبودیه. بگیرین چی دارم میگیرم، اینا تو کتابا گیرتون نمیاد، اینا را حتی هیچ کسی تا به حال براتون بیان نکرده. در حق المعرفه نسبت به فاطمه زهرا سلام الله علیها. خب بالاتر بگم، فاطمه زهرا ام الامامه است، مادر امامت. چرا؟ چون مقام امامت از حسن و حسین نیست، از فرزند فاطمه بودن است. چون در روایات متعدد داریم خدا امامت را در نسل فاطمه قرار داد، تمام اولاد فاطمه امامن. هر ولد بی واسطه فاطمه امام خواهد شد اگر مذکر باشد. لذا فرمود زینب کبرا ان کان ذکورا کان اماما و هو واجد واجده لمقام الامامه و واسطه بین الحسین و علی ابن الحسین فی حمل مقام الامامه. روایت داریم اگه محسن کشته نشده بود بین در و دیوار، بعد امام حسین محسن امام میشد. صار المحسن اماما لانه ابن فاطمه. فقبل این که حسن حسن باشه، حسین حسین باشه، ابن فاطمه بودنش او را واجد مقام امامت کرده. یا صاحب الزمان، تو به چه امامی؟ اینی جائل و کل ناس اماما. در انبیا به معرفت زهرا و محبت زهرا، در فرزندانش به ولد فاطمه ابن فاطمه بودن. فهی ام الامامه، بل هی ام الائمه بالمعنى الواقعی لا بالمعنى المجازی. هو ام الائمه، ام الحسن، ام الحسین و ام علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و ام الحجه صاحب الزمان صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. بل هی ام الخلقه، فاطمه مادر آفرینش است، نه مادر پدر، نه فقط مادر نبوت، نه فقط مادر انبیا، نه فقط مادر عبودیت، نه فقط مادر امامت، نه فقط مادر ائمه، بلکه مادر آفرینش است. فهی ام الخلقه. هذا حدیث الکسا، انی ما خلقت سماء مبنیه ولا ارضا مدحیه ولا قمرا منیرا ولا شمسا مزیعه ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا لاجلهم و محبتهم. فقالت الملائکه من هم یا رب؟ قال الله تبارک و تعالی هم اهل بیت النبوه و معدن الرساله
هم فاطمتو و ابوها، لم یقل الله تبارک و تعالی هم محمد و بنتها، هم محمد و ابن عمها، لا هم فاطمتو و ابوها، على اصل فاطمه، هم فاطمتو و ابوها و بعلها و بنوها، فهي ام الخلق انی ما خلقت سماء مبنیه، ام البناء سماء مبنیه، ام الدح ولا ارضا مدحیه، ام الدح ولا ارضا مدحیه، و ام الاناره ولا قمرا منیرا، ام الاناره ولا شمسا مذیعه فهی ام الاضاءه، ولا شمسا مذیعه، ام الدوران فی الافلاک ولا شمسا مذیعه ولا فلکا یدور، هی ام الدوران ولا فلکا یدور، ام الجریان ولا بحر یجری، هر رودخانه جاریه، ان الله جعل الماء مهر فاطمه، ولا بحر یجری، ام السریان ولا فلک یسری الا لاجلها و محبتها، فهی اصل الوجود، اصل العالم، اصل الخلقه، اصل الحرکه، اصل الدوران، اصل الجریان، اصل السریان، اصل الاصول، فاطمه الزهرا سلام الله علیها. قال الصادق علیه السلام وهي الصدیقه الكبرى وعلى معرفتها دارت القرون الاولى. فاطمه و ما ادراک ما فاطمه و من ادراک من فاطمه و ما ادراک من فاطمه. اصل الخلق فاطمه، اصل النبوة فاطمه، اصل ابيها فاطمه، اصل الحركه، اصل الدوران. و الان نسالك يا فتى فما اصلك في امورك، اصل تو چیه؟ اصل عالم فاطمه، اصل طیران فاطمه، اصل دوران فاطمه، اصل فلک فاطمه، اصل جوهر فاطمه، اصل پیغمبر فاطمه، اصل علی. خطاب امیر المؤمنین کنار قبر فاطمه این بود: فاطمه جان، من اصل زندگیم دو چیز بود، رکن زندگیم، ان لی رکنان ابوک و انت، دو پایه داشت زندگی علی، دو اصل داشت، یکی پدرت پیغمبر بود، یکی تو بودی، بعد از پیغمبر تو شدی تمام رکن زندگی علی. یهودیا تو مدینه مجلس عروسی داشتن، دلم میخواد عرب زبونا چون یه حدیث فارسی میگم دقت کنن تا بگیرن: ان لليهود ليهود المدينه مجلس عرس فجاءوا الى رسول الله، آمدن محضر پیغمبر یهودیای مدینه، و دعوا فاطمه الزهراء سلام الله علیها، دعوت کردند که از زهرا تو مجلس عروسیشون شرکت کن. پیغمبر قبول نکرد، به خود فاطمه زهرا مراجعه کردن، بیبی قبول نکرد. امیر المؤمنین علی را دیدن و اثر رو اصرار کردن به امیر المؤمنین
اینکه فاطمه زهرا در مجلسشون شرکت کنه. قبول نکرد علی. فلم یقبل امیر المؤمنین صلوات الله علیه. فنزل جبرئیل و قال یا رسول الله مر فاطمه یروح تروح مجلسهم، به فاطمه بگو در مجلس اونها شرکت کن. زنا تو مجلس عروسی عاشق مجلس عروسی هم قاعده زنای عادی اینا ها، و اگه لباس جدید لباس نو براشون نگیری نمیرن عروسی، چون تو عروسی میخوان زر و زیور و لباساشون رو به هم دیگه نشون بدن. تو روایت داره هدف یهود این بود، چون فاطمه زهرا چادرش کهنه بود، 12 وصله از لیف خرما داشت، لباسهای فاطمه کهنه بود، همه لباسهای نوشو به فقرا میبخشید. اصرار داشتن فاطمه تو اون مجلس شرکت کنه، اینام لباسا نوشونو به رخ بکشن، بخندن به فاطمه زهرا، یضحکون و یمسخرونها، یضحکون بها و مسخره کنن بیبی. خب قول دادن، جبرئیل نازل شد، قل فاطمه، به فاطمه بگو در این مجلس شرکت کن. سمعا و طاعة لله و لرسوله. روز موعود شد، جاء یوم الموعود، یوم العروسی، یوم العرس. چادر کهنش رو سرش کرد که از خانه خارج بشه بره مجلس عروسی یهود. نزل جبرئیل، جبرئیل نازل شد، یه بقچه‌ای با خودش از بهش آورده بود. یا رسول الله، اینا یه دست لباسه، کفش، چادر، شلوار، خدای متعال برای فاطمه خودش پسندیده. شما لباساتون رو خیاط میدوزه، این لباسی را که خدا برای فاطمه دوخته مخصوص، اینا رو بدید زهرا بپوشه، بعد بره مجلس عروسی. جوانها، اون بانوی که مظهر جمال ظاهری و باطنی خدا بود، و لها جمال لیس فوق جمالها الا جمال الله، وقتی اون لباس بهشتی رو پوشید، نمیدونی چشم امیر المؤمنین به فاطمه که افتاد چه شد؟ عشری خلی اون جمال ظاهر و باطن را در اون لباس بهشتی در فاطمه که دید، بگم ملائکه به سجده افتادن کم گفتن. اون چادر رو که به سر کرد، بوی مشکی که از اون چادر به مشام رسید، وارد مجلس زنهای یهودی که شد، چشم اون زنها وقتی به اون مظهر جمال اللهی افتاد، کلشون به سجود در مقابل فاطمه افتادن رو پاهای فاطمه، عشق می ریختن. و کلون یقو تقولون اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. 84 زن یهودی در اون مجلس مسلمان شدن، عشق می ریختن و دنبال فاطمه زهرا
گریه می کردم و هی صدا به توحید و تسبیح و تحلیل بلند داشتم. نمی دونی من چی بگم، حتی جوونا نوستر آداموس فرانسوی تو این کتابش که آینده جهان رو پیشگویی کرده میگه پادشاهی آسمانی از سرزمین گرم سیر عربستان از کنار خانه‌ای به نام کعبه قیام میکنم. دولت دوازده ستاره، دولت دوازده ستاره را به رهبری شاهزاده خانم بزرگ خلقت در عالم اجرا میکنه و حاکم میگردون. غسل داد تنها، فقط اسما گفت من آب میریختم. امیرالمومنین از زیر پیراهن بدن فاطمه شو وصیت کرده بود راضی نیستم پیراهنمو از بدنم بیرون میاری، نمیخواد آثار کبودی رو علی نمیخواست زخم سینه رو علی ببینه، نمیخواد اون بازوی ورم کرده رو علی ببینه، اون بدنی که کاهیده شده بود بس ما فرمود فما اسنا وقد سرت عزما یا وقد بغیا وقد زحم اللحم. از ما من چه کنم جز یه پوستی، وقد یبس الجلد علی العظم، جز پوست خشکیده ای رو استخوان بر بدن من باقی نمونده. و سارت کل خیال مثل یه شبهی تو خانه امیرالمومنین راه میره. میپرسی چرا من گریه میکنم؟ تو زهرا بینی و من رو یه نیلی، تو صورت بینی و صاحب الزمان آجرک الله. یه وقت نگاه کرد فنظر الى ایتام فاطمه و نادا یا حسن یا حسین یا زینب یا ام کلثوم
يا فزة هلم تزوجوا من أمي. بزاری جانب مادر دویدن، خود افکندن بر آن جسم رنجور، عیان شد معنی نور علی نور. یا بقیت الله، قسم میخورم امیر المومنین، همچگی یتیمان زهرا خودشون رو بدن مادر انداخت. فحنت و انت و اخرجت یده من کفلی و زمهما الى صدرها. یه وقت دیدن بندهای کفن باز شد، فاطمه دو دستشو بیرون آورد، بچه ها رو بغل گرفت، به سینه جذبان. فنادا منادن من السما یا علی اربع ایتام فاطمه من صدرها، فقد بكت ملائكه السما واهتز العرش. يتيمان زهرا را از رو سینه مادر بردار. عرش خدا به لرز افتاد، ملائک به گریه افتادن. یا بقیت الله، اینجا امیر المؤمنین ملاطفت فرمود، بچه ها رو بغل گرفت، از رو سینه مادر برداشت. این منظره رو یه جای دیگه سراغ دارم. وقتی تو گودال قتلگاه اون دختر 13 ساله حسین خودشو انداخت رو بدن بی سر بابا، فاعتنقت جسد ابیها و نادت ابتا انظر الى رؤوسنا المکجوبه و الى عمتی المغروبه. عبارت این فاعتنقت جسد ابیها قاعده معانقه، تو دستاتو باز میکنی، دوستت هم دستاشو باز میکنه، یک دیگر رو بغل میگیری. جوونا یه عبارت میگه، وقتی اون نازدانه خودشو انداخت رو بدن بی سر بابا، یه وقت دیدن بدن ابی عبدالله دستاشو بلند کرد، دخترشو بغل گرفت، فزمها الى صدره فزج الناس بالبكاء والنهيب. فامر عمر سعد دستور داد، فامر الشم فجاءت شم فجاءت عدة من الاعراب فجروها ان جسد ابيها. دیگه نمیگم چه کار کردم، فقط یه کلمه میگم جوونا. یه وقت دیدن شمر وارد شد تو گودال قتلگاه، یه تازیانه دستش حسین. شبکه جهانی امام حسین علیه السلام، حسینیه‌ای فراتر از که
کشاند.